سلام به یه منتو پلاس دیگه خوش اومدی توی قسمت اول برنامه خانه میترا بابک رو داریم با بحثای روانکاویشون همین الان <applause> و بعدش هم یه گزارش خیلی جالب از هفته ما در روسیه با بحث روانکاوی خانم میترا بابک شروع کنیم که الان در استودیو با ما هستن. بله برای اینکه می‌خوام من این منتظر نخواد بمونید از همین اول باشین در خدمت شما. خوب هستین بابک؟ خیلی خوبه. بابک یه خورده بحثامون از اون روال آدیش خارج شد چون مجبور شدیم موضوع صحبت بکنیم هفته قبل که سوالی که هفته قبلش مطرح کرده بودیم باقیمون واسه این هفته. بله. من قبل از اینکه بریم سراغ سیستم دفاعی بله. یا مکانیزم دفاعی من میخوام یه عذرخواهی بکنم برای سوء تفاهمی که برای بعضی, بعضی, از بینندگان ما شده بود اگه دقت کنین من دوازده سیزده دقیقه معمولا بیشتر وقت ندارم و روانشناسی به این مهمی رو بعد در عرض دوازده دقیقه من بعضی وقت متوجه میشم که چقدر تونتو دارم میگم که بتونم از بحث هر چقدر که میتونم بیشتر بگم ولی بازم خیلی خوب بیانش یعنی خب سره... سعی خودمو میکنم به همین دلیل و همچنین من سعی میکنم چون اخشار متفاوت ما بیننده های متفاوت داریم من میخوام به صورت به زبان ساده روانشناسی رو صحبت بکنم که همه اخشار به راحتی متوجه بشن به همین دلیل سعی نمیکنم اسما و کلمات خیلی قلم و به استفاده بکنم و تو هفته پیش هم من سعی کردم که بگم در مورد گی لزبیان و همسکسوالی همه اینا صحبت کنیم مسئله من هویت انسان بود حالا این انسانی که هویت خودش رو انتخاب کرده چه بایسکشواله چه ترانسکشواله چه هموسکشواله چه هتروسکشواله فرق نمیکنه انسان به عنوان انسان حق انتخاب هویتش رو داره و همه انسانها باید احترام بزنن وظیفه ما انسان هاست که به انسان دیگری احترام بزنیم نظر من این بود و بین صحبتان وقتی گفتم بعضی ها عمل میکنن خب من این لیست نکردم همالال heteroال حتی یه همموفربی میخواستم بگم که کسانی که از گیا می ترسند ولی در داخل وجود خودشون احساس گی بودن دارن ولی به خاطر ترس و انزجاری که کالچر یا فرهنگ و جامعه براشون داره سرکوبش کردن و شدیدا ضد گیا رفتار میکنن و برخورد خیلی شدید و خشونت ها آور میکنن به همین دلیل میخواستم این سوء تفاهم از بین بره اصل قضیه لب کلام صورت مسئله هویت انسان و احترام گذاشتن به انسان حالا برمیگردیم به سالی که دو هفته پیش مطرح کردیم در مورد میکانیزم دفاعی و اینکه چجوری در برابر مشکلات واکنش نشون میدیم میخوایم قبلش یه توضیح در مورد حتما بذار اول بگیم که اصلا سیستم دفاعی چیه میکانیزم بس. دفاعی چیه به قول فروید انسان این رو به عنوان اسلحه برای حمایت خودش، حفاظت خودش، برای تضادهای درونیش، ترسهاش، استراباش، احساس گناهش، شرمندگیش از همه اینا به عنوان یه سلاح استفاده میکنه که از دوران کودکی با خودش شروع میکنه و به عنوان یه الگوی رفتاری میشه این اسلحه و وقتی بزرگ میشه از اسلحه از این اسلحه و اسلحه های دیگه هم ممکنه یاد بگیره استفاده بکنه این یعنی سیستم دفاعی انسان که به چه صورتی شروع میشه لیست خیلی زیادی داره که من هر چقدر که یادم بیاد سعی میکنم تون تون لیستشو بگم انسانی که انکار میکنه انسانی که خود فریبی میکنه انسانی که بی‌حس میشه دیدیم بعضی وقتا اتفاق بدی که میفته بی‌حس میشین مثل فریز میشه آدم هیچ عکس خنده های بسیار مصنوعی دیدی بعضی وقتا یه حالت های خیلی ترسناکی میاد یه... یا خبر فوت یه سری شروع میکنن به خندیدن یا خنده های عصبی دقیقاً فرافکنی کردن در فکنی کردن یعنی چیزای بد خودم رو فرافکنی میکنم رو سر دیگری میگم اونه پرخاشگری کیست باکس کردن از بیرون از کسی ناراحتم میام سر زن و بچه‌ام یا شوهر و بچه‌ام خالی میکنم ایدئال کردن خودشیفتگی خیلی زیاد لیست خیلی زیاده معمولا من تو این لیستا یکی یا دو تا از این لیستا رو تو همون دوران کودکی انتخاب میکنم که بتونم در, در, در همون دوران کودکی و طول زندگیم از این سیستم دفاعی از این اسلحه استفاده بکنم. که معمولا اگر دقت بکنیم هیچ کدومش اصوله نیست این, بقید. سیستم بقید. دفاعی بقید یکی از دوستامون هم که توضیح داده بودن نوشته بودن که مثلا من از گریه کردن یا قهر کردن توی بچگی استفاده می و خب وقتی که توی بچگی خب شاید جواب میده پدرم و دمیان یعنی طرفت همون رو ادامه دادم و بعد دیدم که همون رفتار رو توی بزرگ انجام دادن چقدر ضرر داری یعنی به موقع زمان سن ما باید انتخاب بکنیم اکسور حالا خوشبختانه ایشون متوجه شدن شاید تو زندگی زناشویشون همسر شون مثل پدر یا مادرشون باشون برخورد نکرده که متوجه شدن که این اصلا کارساز نیست دیگه به همین دلیل متوقفش کرده حالا بعد نگاه کنه ببینه از چه سیستم دفاعی دیگه ای داره استفاده میکنه که سعی کنه از سیستم دفاعی استفاده نکنه بذار فقط من اینو یه توضیح بدم حت. سیستم دفاعی یکیش ای 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 غریزه ایه که اون لایه پایین مغزه که حیوان هم دارن مثل جنگ و گریز توی موقعیت خیلی خطرناکی آدم قرار میگیره یا فرار میکنه یا میجنگه ناخودآگاه این ناخودآگاهه ولی اون ریسته که من گفتم اون خودآگاه دوران کودکی شکل میگیره و میشه الگوی رفتاری و حالا این عزیز خوشبختانه متوجه شده که تو زندگی زناشویش نباید از این سیستم دفاعی استفاده کنه و قهر کنه چون همسر دیگه پدر مادر نیست پدر مادر اشتباه پدر مادر بود وقتی قهر کرد روزهای همون روزهای اول یعنی به خواسته هاش نتونست برسه قهر کرد و بعد مادر یا پدر نازش رو کشید و از همین طریق متوجه شد که به خواستش میتونه برسه اینجاست که بابا بعد مراقب این قضیه باشه خانم بابر خب حالا با افرادی که مثلا عصبانی میشن قهر میکنن یعنی خیلی این میکانیزم دفاعشونه چجوری باید با این افراد روبرو شد مقابله کرد نه بگیم منی که اینجوری رفتار میکنم چیکار بکنم با این سیستم دفاعی غلط و آره، غیر اصولی آره،, آره از خودم شروع, آره. شروع بکنم اول اینکه قبول بکنم که من از این سیستم دفاعی غیر اصولی استفاده میکنم بپذیرم دومین این مسئله اینه که فکر نکنم امکان نداره من دیگه اینجوری هم دیگه من دیگه تغییر نمی کنم که این حقیقت نداره انسان قابل تغییره اگر خودش متوجه بشه و بخواد تغییر بده ما انگر منیجمنت داریم یا اداره کردن خشونت و خشم یادمون باشه تفاوت داره با کنترل کردن خشم من متوجه میشم شناسایی رو میکنم به خودم میگم من میتونم تغییر کنم سعی و کوشش میکنم اگر کمک حرفه کمک حرفه ای میگیرم یادم باشه فیکسی نیست که دو روز و سه روز خوب بشم یا اطرافیان بگن تو بعد الان خوب شده باشی زمان باید به خودم و اطرافیان به من زمان بدن زمانی که من تصمیم میگیرم که با خوشونت تصمیم نگیرم حرف نزنم خوشونت از خودم نشون ندم اون لحظه هایی که عصبانی میشم برم بیرون نفس عمیق بکشم نفس عمیق خیلی مهمه خودم نفس رو نگه میدارم چند تا شماره میشمارم ادرنالین شروع میکنه ترش رو کردن یه نشگی خاصی به انسان میده که این نچرال و طبیعیه و منو آروم میکنه یا قدیما آب میگفتن آب بخور آب سرد بخور اینا همه تاثیر مستقیم داره سعی نکنم همون سری همون لحظه که عصبانی هستم تصمیم بگیرم و ورزش کنم با افرادی که خوش اخلاقا رفته آمد بکنم فیلم های خنددار سعی کنم ببینم مسائلی که منو استرس به من نمیده منو عصبانی نمیکنه رعایت بکنم اونا رو نگاه بکنم و بعدش هم از همه مهمتر اینه که اگر اشتباه کردم خودم خودم دعوا کنم و بعد از طرف از عزیزم که پرخاشگری کردم عذرخواهی بکنم حتی از بچه‌ام یادمون نره فکر نکنیم از بچه‌هامون بعد عذرخواهی بکنیم بچه‌هامون پر رو نمیشن یاد میگیرن از خودشون هم میرن میکنم. و بعدش هم اگر که تونستم اداره بکنم خشم به خودم جایزه بدم هر چی که دوست دارم هر کاری که دلم میخواد بکنم بر خودم به نوعی جایزه بهش نگاه بکنم و دیگران اطرافیانم هم تشویقم بکنن از اینی که خشونت نکردم چقدر درست و اصولی برخورد کردم به همین صورت این پترن و الگو آروم 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 تغییر میکنه کم کم من متوجه میشم که دیگه پرخاشگری نمیکنم دیگه حمله نمی کنم دیگه پروژکت نمیکنم پرد نمی کنم رو سر دیگری متوجه هستم که از چی عصبانیم شناسایی بکنم که از چی عصبانیم به شلتی عصبانیم حالا چیکار بعد برای این عصبانیتم بکنم چه جور ادارش بکنم زمان میخواد و و تمرین تمرین خیلی زیاد. جونم خب بعد دور و که دارن این پیشرفت رو میبینن توی یه کسی که حالا شریک زندگیشون یا فرزندش رو پدر مادر چه کمکی هم اونا میتونن اضافه تر بکنن به خود اون آدم که خب زودتر به اون چیزی که میخواد همش گفتم تشویقش بکنه تا عصبانی میشه داد نکشه سرش که باز عصبانی شدی بیا عزیزم ببین دوباره عصبانی شدی مواظب باش یه چند تا نفس عمیق بکش اگه من باز عصبانی شدم گفتم برو کنار ولم کن باز خوشونت بعد از خودم نشون دادم من برم بیرون من سعی کنم خودم رو دور بکنم تو طرف سری متوجه این قضیه میشه که دارم بیش از حد خوشوند از خودم نشون میدم چون قراره که متوجه خودم باشم دیگه به همین دلیل یه سویدگیل یا یه حس تقصیر شیرین به آدم میده که آدم احساس مسئولیت بکنه متوجه رفتارش من فکر می‌کنم یکی از این یکی هم بذار بگم دیگه وقتی ببخشید یه اومد یکی از این مکانیزم ها که خب شاید خیلی وقتا بیشتر از بقیه‌شون کار سازه یعنی که نه کار سازه مفیده یعنی استفاده می‌کنن جواب میگیرن اینه که گریه میکنن و وقتی یکی گریه میکنه خانمان. آره بعد اون تنها گذاشتنش رو رفتن یه خودش شاید برای کسی که اطراف هم دوستش هم دارن هم سخت باشه هم میخوان این کارو نکنن که عادت بکنه اونم بچه ببین زمانی که من الان متوجه شدم خود گریه کردن یه سیستم دفاعیه چون همون دوران کودکیم تا گریه کردم مامانم بابام عمم مادر بزرگم کسی اومد ناز منو کشید فهمیدم که با, با گریه به میرسم یا با خوشونت به خواستم میرسم حالا که متوجه شدم به عنوان یه بالغ متوجه شدم که گریه غلطه چون همسرم خسته میشه مادرم خسته میشه اطرافیان خسته میشن بچه ها خسته میشن بارها دیدیم که بچه ها برم میگن به مادرم میگن بیا شروع کرد دوباره گریه کرد دیگه ارزش رو کاملا از دست میده اینو من متوجه بشم که گریه غلطه و لحظه ای که گریه هم میگیره اش تو چشمان پر میشه خودم به طرف بگم الان نمیتونم صحبت کنم یه ذره به من تایم بده یه ذره من وقت بده گریم رو بکنم چون نمیتونم عادت کردم دیگه گریم بکنم ولی توقع نداشته باشم که یارم الان بیاد نازم و بکشه همون کاره که مامان بابام کردن برای من بکنه این توقع رو نه توقع رو باید بیارم پایین حتما حتما زیرا که گریه کردن اصلا بسیار ضعیفیه درسته خواهیم بابک ولی حالا خیلی هم هستن که میکانیزم دفاعشون سکوته یعنی اون لحظه یا اینکه نمیتونن حرف بزنن یا اصلا چجوری سکوت سخته. میکنن ولی این تو دلشون میمونه دقیقی. و خیلی یه مشکلای دیگر رو به وجود مرسی که اینو گفته خیلی خیلی مهمه معمولا خانمای شرقی سکوت میکنن به خاطر اینکه اگر مادر یا پدر پرخاشگر داشتن ترسیدن و وقتی گریه کردن دعواشون بیشتر کردن یا وقتی که عصبانی شدن بیشتر دعواشون کردن من تو همون دوران کودکی به سکوت و بیهستی رسیدم بعضی ها میشن یعنی وقتی از موضوع خیلی دردناک گذشتهشون حرف میزنن با خنده و خیلی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بعضیا نه خیلی غمگینن ول... و... ولی قدرت تکلم ندارن قدرت تکلمشون از دست میره و اینا این اشخاص پسیو اگریسیو یا خشم پنهان درست میشه براشون پرونده سازای خیلی خوبی میشن عقده های درونیشون خیلی زیاد میشه برای اینکه نمیتونن حرف دلشون رو بزنن و یکی از سخت ترین و دردناک ترین اسلحهشون همین اسلحه سکوته چون بها خیلی زیاد میدن چون طرف مقابل فکر میکنه خب دیگه سکوت کردی دیگه نتونستی جواب بدی پس حق با منه اینجاست که من آتیش میگیرم اینجاست که باید بگم اگه الان سکوت میکنم دلیلی برای این نیست که موافق گفتار تو هستم به من وقت بده من به موقعش برای توضیح میدم اگه اون لحظه نمیتونم توضیح بدم بعد تمرین کنم حرف بزنم حتی جلو آینه برم خودم با خودم حرف بزنم نترسم بگم دیوونه شدم اصلا این گشتال ترپیه قشنگ باشم تمرین کنم طرف مقابل فکر کنم چجوری میتونم جوابشو بدم با تمرین ها اون وقت به موقع جوابشو بده عالی مرسی, مرسی خانم, خانم, خانم بابا. بابا امروز این چند تا رو هم زمانم زود گذشت دیگه خودتون میدونید دیگه الان وقت آینا. مطرح کردن سوال دیگه سوال سوال امروز ما آخرین باری که عذر خواهی کردیم کی بود و برای چی بود؟ آخه چه قشنگ. شما دوستان عزیزم میدونید که برای اینکه به سوال خانم بابک جواب بدید حتما باید به فیسبوک من پلاس برید و جواب برای ما بنویسید. درسته. بله. الان میریم با هم یه استراحت کوتاه داشته باشیم. برای اینکه بتونیم مدلش فهم کنه. قسمت دوم گزارش داریم، خبر داریم، با هم می‌گیم باهاتون با صحبت می‌کنیم. همینجا هم از خانم بابک خدافظی می‌کنیم. مرسی خانم بابک. خوش اومدی به بخش دوم برنامه پریسا نمیدونم یادت هست یادم, یادم هست بله. که یادت باشه چی حالا <تصفيق> <تصفيق> چون که توی یکی از قسمت های برنامه لندن که من در مورد بلک کپ صحبت کردم یا همون تاکسی های سیا گفتم همه ]م ]م هم که... نقلای توی شهر داشت صحبت آفرین, آفرین. آفر. آفر. ولی در مورد این بلک کپ گفتم که این راننده های تاکسی باید یک دوره رو بگذرونن که بین دو تا چهار ساله و بعد باید یک امتحانی رو بدن به اسم نالج که خیلی امتحان سختیه تو این امتحان باید خ... همه خیابون ها رو بلد باشن به قول معروف تمام کوچه پس کوچه بله. های لندن رو بله. بلد باشن خیلی از ساختمون ها و جاهای دیدنی و مهم و باید بلد باشن که ده. کار آسونی بله. هم نیست مخصوصا برای راننده های تاکسی که توی لندن کار میکنن با همه دنیای جوری خیلی فرق میکنه حالا قصه چیه الان دانشگاه یو سی اومده و میخواد یه تحقیق جدید رو انجام بده که البته خب خیلی سالی که شروع کرده داره در طی سالها روی آدمای عادی و روی کسایی که شروع کردن که واسه این امتحان بخونن و کسایی که الان مشغول کارن دارن که این تحقیق رو انجام میدن چه جوری میخوان ببینن که مغز اینا که یه خورده بعضی قسمتاش بزرگتر فعالتره مال اون درس که واسه این امتحان خوندن در طی مدت یا نه مال تجربه هستش که در طول کار به دست می اومدن این تحقیقشون رو روی 77 نفر انجام دادن از 77 نفر راننده تاکسی قبل از اینکه این, این امتحان رو بدن و یک امارای اسکن از اینا گرفتن و بعد در طول این دوران متوجه شدن که همونطور که پریسا گفت اون قسمت از مغز که مربوط به حافظه میشه بزرگتر شده و جالب اینجاست که پروفسور یا هم سرپرست این تیم گفته که این قسمت از مغز که مربوط به حافظه میشه جز محدود از قسمت های مغز هست که سلول های مغزیش رشد میکنن یعنی شما در حالی که بزرگ سالم هستین ولی میتونین که این قدرت حافظه رو زیاد کنین با کار کردن بله. باهاش و جالبه که گفتن که این حالا فقط رجوع های تاکسی نیست داریم میگیم که این میتونه برای کسایی که توی سن بالاتر میخوان شروع بکنن به درس خوندن یا یه چیزی رو شروع بکنن به انجام دادن برای بار اولش این تحقیق میتونه برای کارساز باشه که صد مطمئن صد. باشن که مغزش میتونه شروع کنه به فعالیت بزرگ شه. پس هیچ وقت دیر نیست خب حالا نوبت گزارشمونه گزارشمون هم خیلی جالبه در مورد هفته مد هست تو روسیه که یه سری از طراحای لباس هستن که جوان هستن و هنرمند بله کارشون مدرن نشاتی خورده دیدنش جالبه متفاوته با هم که ببینیم بعد می‌گیم بازم واسه از اون خبر داری <تصفح> هفته مود شرکت مرسدس بنز در مسکو توسط یکی از استعدادهای پرورش یافته در داخل کشور روسیه گشایش یافت. اسلیوا با زایدسف یک از مورد احترام ترین طراحان مود روسی است که لباس های سیاستمداران، هنرمندان و تجار بسیاری را طراحی کرده است. صدها نفر از خبرنگاران و علاقمندان دنیای مد به تماشای مجموع طرحهای جدید او برای فصل بهار و تابستان 2012 می‌آیند. زایدسف یک استثناست. در جامعه خود محور مد روسیه او از معدود افرادی است که نیاز به حمایت از طراحان جوان یعنی موج جدید استعدادهای روسی را درک کرده است. او معتقد است که طراحان جوان روسی بدون دریافت کمک کار سختی برای نشان دادن توانایی هایشان دارند که سوی سوی... همونطور که میدونید در غرب علاوه بر شرکت های خصوصی دولت هم حضور فعالی در عرصه داره منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های طراحان جوان رو می میکنه شرایط کارشون رو تسهیل میکنه بعد از اتمام تحصیلات فروشگاه در اختیارشون قرار میده و حتی فرصت بازدید از نمایشگاه های مد بین المللی رو تنها با پرداخت 50 درصد از هزینه ها فراهم میکنه. متاسفانه در کشور ما دولت هیچ کدوم از این فعالیت ها رو انجام نمیده. او اکنون مشغول کمک به طراحان جوان جهت برداشتن اولین قدم در دنیای مد است. زایدسف امکان برپایی نمایشگاه را برای هنرجویان مدرسه خصوصی خود فراهم آورده است. لابراتوار 13 انجمنی متشکل از طراحان جوانی است که با کمک زایدسف فرصت نشان دادن توانایی هایشان را طی برگزاری هفته مد به دست آوردند. لیود میلا گلووان هنرآموزی 28 ساله در این مؤسسه است. او امروز در حال نمایش مجموعی از کارهایش شامل تنها تعدادی لباس زنان است اما همینها هم می تواند برای جلب توجه کافی باشد باش موشتا... مود در روسیه بیشتر از اینکه تجارت به حساب بیاد یه هنره تصور من اینه که تجارت بر اساس قوانین مدون به پیش میره اما اینجا در روسیه طراحان مد مطابق قوانین خاص خودشون کار میکنن در مرکز شهر مسکو افراد خوشپوش زیادی در خیابان ها حضور دارند اما با وجود اینکه این جمعیت دنبال کننده مد بسیار علاقمند به حضور در مجامع عمومی مطابق مد روز هستند، نقش طراحان داخلی در رفع نیازهایشان بسیار کمرنگ بوده است. دانش آموزی 18 ساله به نام داریا چشینسکایا میگوید که برخلاف میل باطنیش در استفاده از محصولات برندهای روسی نمیتواند این کار را انجام دهد. خیلی دوست دارم لباسهای طراحی شده توسط طراحان روسی رو بخرم، اما کمتر پیش میاد توی فروشگاه ها به چشمن بخورن انگار که اصلا وجود ندارن شاید علتش اینه که به اندازه کافی مورد توجه نیستن صنعت قدرتمندی پشتشون نیست و یا شاید بودجه کافی رو برای شروع به کار ندارن طراحان روسی رو اصلا در مجامع عمومی نمیشه دید طراحان جوان معتقدند که دلیل قیمت بالای لباس ها هزینه های زیاد تولید و گران بودن قیمت مواد اولیه مورد استفاده است. الکساندر شامسکی یکی از مسئولان برگزاری هفته مد روسیه معتقد است که این نمایشگاه تنها فرصت طراحان روسی برای معرفی خودشان به دنیا است. <الکزاندر> مد <شامسکی> همیشه نمیتونه به یه صنعت موفق تبدیل بشه. متاسفانه تعداد زیادی از افرادی که ده سال پیش کار طراحی رو با ما شروع کردن هنوز آماتور محسوب میشن. علت این امر تا حدودی به شرایطی کشور برمیگرده. تصور من اینه که بخشی از مشکل از عدم وجود آموزش‌های و طرحهای راهبردی تجاری ناشی میشه. بیشتر طراحان جوان شخصا مسئول پیدا کردن سرمایه گذاران و جلب رضایت آنها جهت شروع کار هستند و اکثر آنها به خوبی آگاهان که هفته مد روسیه بهترین فرصت جهت دستیابی به این هدف است. اولینا کرومچنکو یکی از متخصصان مد و سردبیر نشریه ال آفیشیال روسیه است. حتی در شرایط فعلی همگاهی گاهی آقای جلساتی بین شرکت های مشهور و تراح های جوان و با پتانسیل بالا جهت نمایش تواناییشون میذارم حتی ممکن این اشخاص برای مدتی مسئول طراحی محصولات این شرکت های بزرگ بشن بدون سرمایه کافی رسیدن به چنین جایی ممکن نیست بدون وجود سرمایه هیچ هنری رشد نمیکنه مطمئنا در روسیه کمبودی از جهت وجود طراحان مستعد جوان احساس نمی شود. اما طراحان کماکان در انتظار حمایت دولت در راستای تلاش جهت برتری بر قولهای مد غربی هستند نرمندای خوبی پرسانید واقعا لباساشون خیلی قشنگه ببین یه چیزی که شامل همیشه هست اینه که هر کشوری آدماشون دوست دارن صرفا از همون کشور تولیدات داخلیشون ببین چرا بخواید که با فرهنگشون با محیط جغرافیای کشورشون سلیقهشون یکی طرحی که مال همونجا از یه کشور دیگه بخواد براشون وارد شه نه آفرین پس چقدر خوبه که این تولیدات هر چی بیشتر بشه تولیدات داخلی هر کشوری خیلی خوبه نیست که مردم حسابی استقبال کنن ده. حالا اص... یه چیز خیلی جالب منو پریسا میخوایم بهتون بگیم اینکه واسه کسایی که هنوز ازدواج نکردن مجرد هستن میخوام بگیم که خیلی عجله نکنین به خدا یه سری فایده و سودایی داره که شما ازش ممکنه خبر نداشته باشین بله چون خیلی ممکنه بگن که ما چرا مجردیم چرا با هیچ کس نیستیم همه دوستامون ازدواج کردن ما ازدواج نکردیم بله این چیزا ممکنه دو برتون بشنوید ولی الان تحقیق انجام دادن متفاوشن غیر از این که حالا که مجردن آزادی خودشونو دارن بخوام برم مسافرت بخوام من بیرون با هیچ کی قرض نرم تو که میخونه اینا ندارن غیر از این میگن که به سلامتشون هم کمک میکنه اول از همه واسه اینکه میگن پول کمتری خرج میشه زیر زندگی دقیقا زور تکوی... کمتری به میاد سر این اسکناس این خیلی مسئله مهمیه فکر کن مثلا مراسم عروسی که میخوام بگیرن چقدر هزینه واسه شون داره و کلا تو اون رابطه که هستن کادایی که بعد بخرن همه اینا خب هزینه داره که وقتی مجرد باشین کمتره, کمتره. شنیدم توی مثلا میانگین پایین تری مثلا یه چیز متوسط توی آمریکا نزدیک 20 هزار دلار بعد واسه عروسی خرج کن. اینجا تقریبا میشه 13 14 برای معمولی متواثره خودش نه دقیقا. و یه چیز دیگه هم که گفتن تو این تحقیقات نشون داده اینه که خانم ها و آقایون زمانی که مجرد هستن از نظر سلامتی خیلی فیت ترن به خاطر اینکه بیشتر ورزش میکنن فعالیتشون خیلی بیشتره ولی وقتی که ازدواج میکنن به خاطر مسائل و مشکلاتی که دارن خب بالاخره مسئولیتشون خیلی بیشتر شده ورزش نمیکنن و یه ذره چاق میشن یه هم داره شاید مثلا میگن که ذنره رو که گرفتیم شوهر کردیم دوست دخترم گفت دیگه واسه چی مثلا فکر کنم 150 دقیقه باشیم که بعد 100 درصد در طول هفته ورزش بکنیم و بعدم وقتی که شما نامزد دارین یا ازدواج کردین خیلی بیشتر میرین بیرون پس رستوران بیشتر میرین بیشتر غذا بیرون میخورین یا غذا از بیرون بیشتر سفارش میدین درسته برای اینکه مثلا دختر که خودش تو خونه تنها باشه ممکنه یه کاسه کوچوری خود غذا حاضری بخوره ولی وقتی که همسرش هست وقتی که دوست پسرش هست کسی که باهاش زندگی میکنه اون یه دیس میاره غذا مردونه میخوره خب اونم بغلنسش خودش بیشتر بخوره بعد آقای کالری بیشتری بدنش بخاطر میکنه خانمه میمونه و چربی می رو چر. <تصفيق> <تصفيق> و اون مسئله دیگه ای که هست اون دعوا کشمکشی که ممکنه به وجود بیاد که شما ممکنه با شریک زندگیتون دوست دختر یا دوست پسرتون این مشکل رو داشته باشین که اگر که مجرد باشین دیگه این بحث و دعوا نیست دیگه بله البته همیشه پیش نمیاد چون کس همونم و کسی با آدم معمولا با کسایی زندگی میکنن که دوستشون دارن خیلی بله اگر سر که مسائل باشه. کوچیک بزرگ بعضی خانواده اگر متاسفانه این چیزا باشه گفتن که میتونه حتی به اندازه سیگار کشیدن هست که خیلی بده همونقدر بهتون استرس بده بسنیش. و برای قلب و بدنتون بعد باشه یه چیز دیگه که نوشته بود تو این تحقیقه من هرچی فکر میکنم نمیتونم باش کنار بیام نوشته بود که شما مثلا اگر که تاول بزنه بدنتون خدا نکرده یه زخم بشه زخمه چی میشه؟ بگو من نگفتم زخمه وقتی که ممکنه به خاطر همون استرس و دعوایی که گفتیم که پیش میاد این خیلی دیرتر خوب میشه به نسبت کسایی که مجرد هستن و اون آرامش آرامش رو دارن فکر کن میگن یه دو روز بیشتر طول میکشه کسایی که مثلا توی زندگیشون توی زندگی مشترکشون مشکل دارن استرس دارن این باعث میشه که سیستم ایمنی بدنشون رو تحت تاثیر قرار بده, و... و... نتونه مثلا زخم بدنش تا بهش زود خوب شه دو روز عجب. دیرتر ولی حالا همه اینا رو ما گفتیم ولی نمیخواستیم اینو بگیم که ازدواج کردن چیز بدیه بالاخره ازدواج هم یک مرحله از زندگی هست که همه باید انجام بدن درسته این اگه خواستگار اومد سعی نگید نه اگه تاول بزنم خوب نمیشه این دقیقاً ولی <applause> اینو می‌خواستیم به افراد مجرد بگیم که قصه نخورید ناراحت نباشین از زمان حالتون لذت ببرید چون خیلی فایده داره بله یعنی در کنار تمام اون خوشیایی که زندگی مشترک داره مجرد بودن هم میتونه خوشی های خودش رو داشته باشه ده ده دیگه ده ده. خیلی وقت نداریم که صحبت بکنیم سوال میترا بابک رو یادتون نره خانم میترا روی صفحه فیسبوک من تو پلاس برامون بنویسید. و فردا هم دیگه میدونید که سام با ما توی استودیو هست با اقتصاد به زبان ساده. به اتفاق مرجان تا فردا باهاتون خدافظی کرد. خدا, خدا نگهدار.